صحبت‌های جنجالی یکتا ناصر درباره دزدیدن دخترش سوفیا توسط پدرش حواشی زیادی به وجود آورد. بریم سراغ ویدیو. یکتا ناصر چند ساعت مانده به لحظه تحویل سال 1403 با انتشار پستی در اینستاگرام درباره اختلافاتش با منوچهر هادی پیرامون حضانت دخترشان منتشر کرد. او در ویدیویش گفت: التماس میکنم کمکم کنید. 10 سال است کتک خوردم و تحقیر شدم. 2 سال است جدا شدم. دخترم را پدرش دزدیده. در این مملکت وقتی زنی فرق نمی کند چه کسی هستی، که بخشی از این ویدیوی یکتا ناصر را هم اکنون می بینید. ساعت 12 شب 29 اسفند اینجا خونه من و دخترم سوفیاست که پدرش دزدیدتش. ببینین مادر را، ببینین برای بچم سفره 7 سین چیدم، کلی براش خرید کردم. من یکتا ناصرم، همین الان از کلانتری اومدم. 2 ساله که جدا شدم. 10 سال کتک خوردم، حرف نزدم، گفتم قانون. الان تعطیلیه، به من میگن بچه تو برده، سب کن. خواهر منوچهر هادی به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و گفت یکتا ناصر بدون اطلاع منوچهر هادی طلاق گرفته و از او خواست پستش را حذف کند. خواهر منوچهر در کامنتی زیر پست یکتا نوشت: سلام یکتا جون، چرا چنین حرفی میزنی؟ همسرتون همه جوره ساپورتتون میکنه. درسته جدا شدین، ولی خدایی براتون کم نمیذاره. ایشون با یک ساکن لباس از منزلشون که به نام شما ثبت کرده بود رفت و همه داراییشو برای رفاه شما و سوفیا گذاشت. ضمناً شما بدون اطلاع ایشون رفتین و طلاق گرفتین، چون حق طلاق داشتین. بعد از 1 هفته مادرتون به مادر شوهرتون زنگ میزنن و میگن بیا پسرتون رو از خونه دخترم ببری. واقعاً اشتباه کردی عزیزم. همه زن و شوهرها اختلاف دارن، دلیل بر جدایی نمیشه. شما عاشق همدیگه بودین. آخه چرا باید اینجوری میشد؟ حداقل به خاطر دخترتون نباید چنین تصمیمی میگرفتین. ضمناً آقای هادی هیچ وقت چنین کاری نمیکنه. چرا میگین دخترم رو دزدیده؟ چرا این لفظ رو به کار میبرید؟ خواهشن این پستتون رو حذف کنید. نه در شأن شما و نه ایشونه. امیدوارم در سال جدید اتفاقات خوبی براتون بیفته. آمین. منوچهر هادی هم با انتشار پستی به ادعای یکتا ناصر درباره دزدیدن سوفیا واکنش نشان داد. منوچهر گفت یکتا مادر بچه منه و من با دستور مستقیم از دفتر دادگاه با هماهنگی و توافق بچه رو از دستان خود مادر تحویل گرفتم. با تبریک سال نو به مدت 4 روز. از 4 تا آخر تعطیلات هم بچه پیش مادرشه. اگر قرار من آنچه شما میگید باشم و یک طرفه قضاوت شم اشکال نداره. کامنت من با شجاعت بازه. خیلی چیزا هست که نمیشه گفت به خاطر دخترم، به خاطر آبروی مادر دخترم. شما قضاوت کنید، هر چی دوست دارید بنویسید و من هیچ گله ای ندارم. کل اتفاق اینه: 4 بچه پیش منه، چون من از 5 سر کارم و مادرش خون است. همین به خدا، چیز دیگری نیست. اگه این اسمش دزدیه، من کثیف عالم. اگه ایشان به دلیل ناخوش احوالی و برخورد احساسی این ویدیو رو گذاشتن، خودشون مقصرن و حتما در دادگاه اعاده حیثیت میشه و باید پاسخ بدهند و باید در همین صفحه شخصیشان عذرخواهی کنند.
بابت تمام دروغ‌ها و تشویش اذهان علیه بنده ایشان باید پاسخگو باشد. البته از همین الان بخشیدم ایشان را. اگر هم دادگاه من را متهم کرد، گردن من از مو باریک‌تر. فقط و فقط قانون، قانون و قانون. امیدوارم حال مادر بچه خوب باشه و نگران نباشه. هم تلفن هست، هم ویدیو کال. اصلا شرایط بغرنجی وجود نداره. بهترین و شادترین لحظات زندگیشو سوفیا داره میگذرونه و 4 فروردین پیش مادرشه. به شرف و احترام همه مادران از سمت من کل اتفاق همینه. بازم عرض میکنم به احترام سوفیا و آبروی مادرش چیزایی هست که من سکوت میکنم. البته که مادر سوفیا نجیب و خانوم هستند و در تمام مدت زندگیمون متعهد و وفادار بودند. مشکلات ما چیزهای دیگری بود که اصلا صلاح نیست اینجا گفته بشه. از صمیم قلب بهترین ها و بیشترین آرامش رو برای مادر سوفیا میخوام. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.